خبری که این روزا زیاد در موردش صحبت میشه، سفر فضانورد ایرانی الاصل ناسا یاسمین مقبلی به ایستگاه فضایی بین المللیه. اول یه کوچولو از زندگیش صحبت میکنم که کجا به دنیا اومده و چی خونده و چی کارا کرده. بعدش این موضوع رو با هم بررسی میکنیم که این ماموریتی که قراره انجام بشه دقیقا چی هست؟ چطور اجرا میشه؟ چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ این برنامه با حمایت مالی فیوتک ساخته شده، شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک توی پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن، از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کاملتر پیشنهاد میکنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. یاسمین مقبلی متولد 24 جون 1983 یا 1362 تو شهر بادناوهایم آلمانه. پدر و مادرش کامران و فرشته سال 57 از تهران مهاجرت کردن به آلمان که اونجا دخترشون به دنیا اومد. بعدش رفتن به بالدوین نیویورک. دوران مدرسه رو تو همین شهر تموم کرد و وارد دانشگاه MIT شد. اونجا مدرک لیسانس مهندسی هوافضا رو گرفت و چند سال بعدش هم فوق لیسانسش رو تو همین رشته از مدرسه عالی نیروی دریایی آمریکا دریافت کرد. سال 2005 وقتی 22 سالش بود، عضو تفنگداران نیروی دریایی آمریکا شد و دوره‌های خلبانی هلیکوپترهای جنگی سوپرکوبرا رو گذروند. سال 2008 هم خلبانی هواپیماهای جنگنده رو شروع کرد. توی بیشتر از 150 تا ماموریت نظامی شرکت داشته و 2000 ساعت پرواز با بیشتر از 25 نوع هواپیما و هلیکوپتر مختلف انجام داده. از 2009 تا 2010 هم توی عملیات‌های نظامی افغانستان حضور داشته. سال 2017 از بین 18000 تا داوطلب 22 نفر انتخاب شدند برای گذروندن دوره‌های آموزشی فضانوردی ناسا که یاسمین 34 ساله هم جزو قبول شده ها بود. 3 سال بعد هم از این دوره فارغ التحصیل شد. الانم که به عنوان فرمانده ماموریت کرو 7 که اولین ماموریت فضاییشه قراره بره به ایستگاه فضایی بین المللی که جلوتر کاملا در موردش توضیح میدم. البته یاسمین جزو 18 تا فضانورد منتخب برای پروژه آرتمیس هم هست. اولین ماموریت آرتمیس یه فضاپیمای بدون انسان بود که سال 2022 دور ماه چرخید و برگشت به زمین. ماموریت دومش قرار سال 2024 4 تا فضانورد رو بفرسته به سمت کره ماه، ولی بازم خبری از فرود روی سطح ماه نیست. آرتمیس 3 که هنوز اطلاعات چندانی ازش نیست، هدفش اینه که فضانوردها رو روی سطح ماه فرود بیاره. حالا باید دید از بین افراد نهایی که برای آرتمیس 3 به بعد انتخاب میشن، یاسمین هم جزوشون قرار میگیره یا نه. خلاصه این که یاسمین مقبلی که تعداد زیادی مدال و افتخارات مختلف هم داره، الان با سم والد، همسرش و دخترای دوقلوشون توی شهر وبستر تگزاس زندگی میکنن. با اینکه هیچ وقت به ایران نرفته، اما گفته که نوروز رو جشن میگیره و فارسی صحبت میکنه و خودش رو یه ایرانی میدونه. خب حالا ببینیم این ماموریتی که ازش صحبت میشه دقیقاً چیه. My name is Jasmine Rogbelli. I'm the commander of NASA's SpaceX Crew 7 mission to the International Space Station. Crew 7 یکی از ماموریت‌های پروژه‌ای به نام برنامه تجاری خدمه است که توسط شرکت SpaceX برای ناسا اجرا میشه. کارش اینه که فضانوردا رو میبره به ایستگاه فضایی بین‌المللی و برشون میگردونه به زمین. اولیش ماموریت کرووان بود که سال 2020 4 تا فضانورد رو انتقال داد به ایستگاه فضایی. توی این ماموریت هفتم هم 4 نفر حضور دارن. یکیشون یه فضانورد روس از اداره فضایی روسیه، روسکازموس،
دومی یه فضانورد دانمارکیه از آژانس فضایی اروپا، سومی یه فضانورد ژاپنیه از آژانس اکتشافات هوافضای ژاپن، کاپیتانشون هم که یاسمین مقبلی از ناسا. این 4 نفر داخل یه فضاپیما یا کپسول دراگون شرکت اسپیس اکس قرار میگیرن که توسط یه موشک فالکون 9 روز جمعه 25 آگوست 2023 به فضا پرتاب میشه. ایستگاه فضایی با فاصله 400 کیلومتر از سطح زمین با سرعت 7.5 کیلومتر بر ثانیه دور زمین میچرخه. 25 برابر سریعتر از صوت. موشک فالکون از فلوریدا پرتاب میشه و بعد از اینکه فضاپیما رو از اتمسفر خارج میکنه خودش برمیگرده به سمت زمین و فرود میاد تا برای ماموریت‌های بعدی دوباره استفاده بشه. خود فضاپیما یا کپسول دراگون هم همراه با یه منبع سوخت دیگه مسیرش رو ادامه میده به سمت ایستگاه فضایی. با تموم شدن این سوخت هم محفظش از فضاپیما جدا میشه و میفته داخل اقیانوس. از این به بعد فضاپیما با پیشرانه‌های خودش مسیر رو ادامه میده. تو بیشترین حالت یه 24 ساعت طول میکشه از پرتاب تا وصل شدن به ایستگاه فضایی. این ویدیو مربوط به ماموریت قبلیه، یعنی کرو 6 که تقریبا 6 ماه پیش انجام شد. اگه یادتون باشه یه فضانورد اماراتی هم داخلش بود. ماموریت هفتم هم شبیه همین انجام میشه. بنابراین روی همین ویدیو توضیح میدم که چه اتفاقاتی قراره بیفته. اینجا میبینید که کپسول دراگون ماموریت ششم که 4 تا فضانورد داخلش هست با موتورهای پیشرانه خودش داره سعی میکنه با ایستگاه فضایی هم مسیر بشه و کم کم فاصلهشو کم بکنه. این ویدیو هم از خود ایستگاه فضایی ضبط شده. بعد از اینکه به اندازه کافی نزدیک میشه، طوری میچرخه که توی موقعیت مناسبی نسبت به ایستگاه قرار بگیره. بعدش عمل اتصال یا داکینگ انجام میشه. این ویدیو هم از دوربین روی کپسول دراگون ضبط شده که ایستگاه فضایی رو نشون میده. بعد از کامل شدن اتصال، در ورودی باز میشه و این 4 تا فضانورد اضافه میشن به 7 نفری که از قبل توی ایستگاه بودن. حالا فضانوردهای ماموریت قبلی که حدود 6 ماه اینجا حضور داشتن کم کم باید آماده برگشتن به سطح زمین بشن. روش برگشت به این صورته که این فضانوردها وارد همون کپسولی میشن که نفرات جدید رو آورده. بعدش این کپسول از ایستگاه جدا میشه و موتورهاش روشن میشن برای کم کردن سرعت چرخیدنش توی مدار. در نهایت سقوط میکنه به سمت زمین و توی فاصله مناسب چترهاش باز میشه و میفته داخل آبهای سواحل فلوریدا. بعدش هم که با قایقهای مخصوص میرن به کمکشون و برشون میگردونن به ساحل. دوباره 6 ماه بعد که 4 تا فضانورد دیگه میرن، اون قبلی ها که یاسمین مقبلی هم جزوشونه با فضاپیمای اینا برمیگردن به زمین. پس این روش رفت و برگشت فضانوردها توی این ماموریت هاست. حالا سوالی که پیش میاد اینه که توی این مدتی که اون بالان دقیقاً چی کار میکنن؟ بالاخره این همه هزینه باید یه هدفی داشته باشه دیگه. اصلی ترین کاری که انجام میشه آزمایش‌های مختلف علمی توی شرایط بیوزنیه. البته بیوزنیه کامل نیست. بهش میگن ریزگرانش یا ماکروگراویتی، چون یه گرانش خیلی کوچیکی از زمین بهشون وارد میشه. مثلا یکی از چیزایی که بررسی میکنن اثر پرتوهای مختلف روی بدن فضانوردهاست تا برای سفرهای طولانی تر مثل رفتن به ماه و مریخ آمادگی و تجهیزات بهتری داشته باشیم. یا مثلا تأثیر بیوزنی طولانی مدت روی سیستم عصبی و بقیه قسمتهای بدن انسان.
حتی آزمایشاتی هم روی رشد گیاهان توی فضا بدون استفاده از خاک انجام میدن که برای سفرهای فضایی طولانی میتونه کمک بزرگی باشه. توی ماموریت پنجم، گوجه فرنگی هایی که به این روش کاشته شده بودن محصول دادن. گوجه فرنگی های فضایی. بخش دیگه که روش کار میکنن بازیابی آب از فاضلابه، چون توی سفرهای طولانی ذخیره آب یه چالش مهمه. در کل این ایستگاه یه آزمایشگاه فضاییه که انواع مختلفی از آزمایش‌ها دائما داره توش انجام میشه. یه کار دیگه‌شون هم تعمیر و ارتقای قسمت‌های مختلف ایستگاهه. مثلا نصب پنل‌های خورشیدی جدید برای افزایش تولید برق یا به‌روزرسانی بقیه قسمت‌هاش. غیر از اینا رصد اتفاقات روی سطح زمین هم جزو وظایف اصلی ایستگاه فضاییه. مثلا بررسی تغییرات آب و هوایی یا فعالیت آتشفشان‌ها. پس فضانوردهای ماموریت هفتم هم تقریبا قرار همین آزمایش‌ها رو دنبال بکنن، به اضافه تقویت مدار ایستگاه فضایی، چون هر چند وقت یه بار فاصلش با زمین یه مقداری کم میشه که باید با صرف انرژی برش گردونیم به مدار اصلیش. یاسمین مقبلی هم توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته که میخواد یه مقدار غذای ایرانی با خودش ببره به ایستگاه فضایی، اما هنوز نگفته چه غذایی. میخواد یه سورپرایز باشه. باید ببینیم قرمه سبزی قرار فضایی بشه یا قیمه یا کتلت یا یه چیز دیگه. احتمالاً به زودی خبرش بیرون میاد. زندگی زن بزرگی مثل یاسمین مقبلی برای خود من بیشتر از این جهت اهمیت داره که همه چیزش از خلبانی چند نوع هواپیما و هلیکوپتر تا تحصیل تو بهترین دانشگاه‌های مهندسی دنیا و فضانوردی و رفتن به ایستگاه فضایی بین‌المللی، همه این موفقیت‌هاش بزرگترین مبارزه است با فسیل‌های متحرک، بدون اینکه نیاز باشه هیچ حرفی بزنه. امیدوارم برای ماموریت‌های آرتمیس هم انتخاب بشه و بره به ماه تا خوشحالی ما و ناراحتی فسیل‌ها تکمیل بشه.